سرخط خبرها و مهمترین ها. واکنش عبدالله عبدالله به حمله مسلحانه بالای خانه وزیر دفاع. نور: دشمن خرد و خمیر شده، به زودی نابود خواهد شد. افغانستان خواستار برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل شد. یک کشته و چند زخمی در نتیجه تیراندازی در نزدیکی پنتاگون. و همچنان در پایان، اولین اقدام بسم الله محمدی بالای طالبان پس از حمله دیشب بالای خانه اش. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که در نتیجه قیام سرتاسری و خودجوش مردم علیه طالبان، دست ترورستان اجنبی از سر ملت افغانستان کوتاه خواهد گردید. با گزارش اسپوتنیک، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی کشور در پیام حمله مهاجمان مسلح بالای مهمانخانه بسم الله محمدی، وزیر دفاع در شهر کابل را محکوم کرده است. وای گفته: خوشحالم که در این رویداد تروریستی با برادر و همسنگر گرامی ما جناب استر جنرال بسم الله محمدی و خانواده محترمشان آسیبی نرسیده است. اما متاسفانه در این حمله ظالمانه و غیر انسانی از افغانان تبکار، شمار از باشندگان محل زخم برداشته و خانه های همجوار تخریب گردیده است. او افزوده است که این حمله همزمان با قیام سرتاسری شهروندان کابل در نکوهش ترورستان و حامیانشان اتفاق افتاد. عطا محمد نور: دشمن خرد و خمیر شده، به زودی نابود خواهد شد. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که شکلگیری مقاومت و بسیج ملی علیه طالبان در نقاط مختلف کشور دشمن را زبون و خرد و خمیر کرده است و به زودی گلیم اشغال آن جمع خواهد شد. با گزارش اسپوتنیک، عطا محمد نور در پیام در واکنش به حمله مهاجمان مسلح به مهمانخانه وزیر دفاع در شهر کابل این حمله را محکوم کرده و گفته: دشمنان با این گونه اقداماتشان نمی توانند صدای برحق مجاهدین را خاموش کنند. وای گفته: با تأسف مطلع شدم که دشمنان زبون، بزدل و خونخوار کشور با حمله بر منزل برادر عزیز و همسنگر گرامی هم استر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی اوج ذلت و خونخواریشان را به نمایش گذاشتند. خوشحالم که در این رویداد به وزیر محترم دفاع ملی آسیب نرسیده، اما برخی از کودکان صدمه دیدند. دشمنان ما این را باید بدانند که با هیچ اقدام صدای برحق مجاهدین و صدای حق طلبی ما را خاموش ساخته نمی توانند. افغانستان خواستار برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل شد. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای هندی خود ضمن گفتگو در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان، خواهان برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. با گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه شب گذشته اعلام کرده که محمد حنیف ادمر وزیر امور خارجه افغانستان شام روز گذشته در تماس تلفنی با اس جی شانکر وزیر امور خارجه هند پیرامون افزایش خشونت‌ها، نقض گسترده حقوق بشر از جانب طالبان و گروه‌های تروریستی خارجی در افغانستان و ضرورت برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محور مسائل افغانستان صحبت و گفتگو کرد. با نقل از فیسبوک رسمی وزارت دفاع ملی: 41 ترورست طالب به شمول والی نامنهاد آنان در سمنگان کشته شدند. 13 اسد سال 1400. شب گذشته قوای هوایی در مربوطات ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان تجمع ترورستان طالب را آماج قرار دادند. در نتیجه 41 ترورست طالب به شمول مولوی انس والی نامنهاد طالبان برای ولایت بامیان کشته و 13 تن دیگر آنان زخمی شدند. همچنان 15 موتر، مقدار زیاد از سلاح، مهمات و تجهیزاتشان نیز تخریب شد. همچنان به نقل از فیسبوک رسمی خام پرس، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی روز چهارشنبه 13 اسد دیدار کرده است. آقای محمدی گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی با قاطعیت در برابر ترورستان
به مبارزهشان ادامه میدهند. حوالی ساعت 8 شب گذشته خانه آقای محمدی آماج حمله موتر بم قرار گرفت و سپس گروهی از مهاجمان به منزل او یورش بردند. سرپرست وزارت دفاع و خانواده او آسیبی ندیدند، اما وزارت داخله اعلام کرد که در این رویداد دست کم 5 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شده است. محمدی بساله: با قاطعیت در برابر دشمن مبارزه میکنیم. خبرهای مهم جهان: اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی کیم جونگ اون فاش شد. سازمان اطلاعات کره جنوبی وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی را فاش کرد. با گزارش اسپوتنیک، در حالی که وضعیت سلامتی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی یکی از محرمانه ترین مسائل در این کشور است، انتشار تصاویر جدید از این رهبر 37 ساله که برای احیای اقتصاد و مقابله با کمبود مواد غذایی تلاش میکند، دریچه تازه را گشوده است. پیشتر تلویزیون مرکزی سخنرانی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مقابل فرماندهان و کارمندان حزبی ارتش ملی کره را نشان داده بود. در این فیلم دیده شده است که نوار چسب تیبی پشت گردن رهبر کره شمالی چسبانده شده است. از این رو رسانه ها به گمانه‌زنی درباره وخیم شدن حال رهبر کره شمالی دست زدند. ماه جون رسانه دولتی از شهروندان این کشور نقل قول کرد که گفته بودند ساکنان کره شمالی با دیدن تصاویر از چهره لاغر شده رهبرشان گریه کردند. او پس از غیبت در ماه می دوباره لاغرتر ظاهر شد. اکنون تصاویر تازه از کیم جونگ اون منتشر شده که بانداش یا پلاستر کوچک را در پشت سر او نشان می دهد. گروه از مردان مسلح به نفتکش اسفالت پرنسس در خلیج عمان یورش بردن. گروه از مردان مسلح سوار بر نفتکش اسفالت پرنسس با پرچم پاناما در خلیج عمان یورش بردن، به گزارش سپوتنیک با نقل از اسکای نیوز. گروه از مردان مسلح سوار بر نفتکش اسفالت پرنسس با پرچم پاناما در خلیج عمان یورش بردن. با گفته آنها 8 تا 9 نفر مسلح سوار این کشتی کشته شدند. این شبکه تلویزیونی به نقل از یک منبع در سرویس امنیتی خود گفت در کل سوار شدن به کشتی در خلیج عمان ممنوع شد. پیش از این سازمان هماهنگی حمل و نقل تجاری انگلیس UKMTO از احتمال ربوده شدن یک کشتی در خلیج عمان خبر داده بود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک نمایید. روزتان خوش.